که چنین آسان شد مظهر ویرانی، زنجیر اسارت بود بر گردن ایرانی. این زجه و این ناله وین ظلم 40 ساله مبناش نبود الا نااهلی و نادانی. سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. این روزها همچنان حاکمان کشور ستمزده ما ایران مشغول عیش و نوش برای جشن 40 سال انقلابشون هستن و روزگاری که امام آمد و روزگار ملت ایران سیاه شد. بنابراین من با همین شعر امام آمد که 1-2 هفته پیش سروده شده آغاز میکنم. امام آمد، امام آمد، ز ماه از روی بام آمد، جنون در جوف دستارش به تسخیر عوام آمد. حضورش نفس طاعون بود، جنونش رشک مجنون بود، مرامش خدعه و خون بود، حسامش بینیام آمد. تبهکاران تبار او، تباهی دستکار او، کجندیشی شعار او، کجی بر وی تمام آمد. شرارت رسم و آیینش، دناعت پایه دینش، فریب آکنده با کینش، به قصد انهدام آمد. نبود در جمع الواتش به غیر از هیچ سوغاتش، چنین ابلیس شد ماتش که جادو در کلام آمد. شقی تاج و نگین دارد، شقاوت نام دین دارد، که خیر الماکرین دارد، از آن مکرش مدام آمد. 40 سال است ایرانی به زنجیر پریشانی، نبیند غیر ویرانی که دهشت بر دوام آمد. امام آمد، امام آمد، به نام دانه دام آمد، جهانی ننگ با وهمی نهان در زیر نام آمد. با دعوی زهد و معنویت کردن، تا کی ره جهل را رویت کردن؟ ای عمر تبه کرده، کنونت باید در خود سفری به آدمیت کردن. تا چند به دامن پریشندیشی، نوشندیشی بری به نیشندیشی، تقلید فرو گذار و زین جهل درآی، باشد که دمی به نفس خیش اندیشی. خب ممکن است این دو بیتی اندکی به نظر خلاف معمول و خلاف آمد عادت بیاد، ولی واقعیت این هست که این رسم و رسوماتی که ملاهای حاکم بر ایرانیان اعمال کردند هیچ مناسبتی و هیچ نسبتی با اخلاق و فرهنگ ایرانی نداره. یکی از فاسدترین اونها همین رواج صیغه و صیغگی است. این دو بیتی به این موضوع میپردازه. در این کشور هوای زندگی نیست، بن اخلاق را بالندگی نیست، فساد و هرزگی الزام شرعی است، از این رو صیغگی جز جندگی نیست. به نام دین تو را هستی رو بودند، بسی بر رنج جانکاهت فزودند، که تا از ملتی امت بسازند، چون موش آزمونت آزمودند. حصاری سخت محکم ساختندت، سرای سوگ و ماتم ساختندت،
به نام دین بهشتت وعده کردند، ز خشت کین جهنم ساختندت. و این چند تا دو بیتی دیگر. گر نباشد تو را دلی شادان، نیست گر خانه تو آبادان، دشمنت خانگیست ای نادان. این نه از او نه از من، از ما دان. بیخرد طرز قوم بیخردان، وطنت را فروختی به ددان. کرده خیش را به خیش کنون، کرده دشمنان خیش مدان. البته خوشبختانه همه مردم در این ماجرا تقصیری نداشتن. اونهایی که ادعای فهم و درک داشتن بیشتر مسئول فاجعه‌ای هستن که 40 سال است بر این مملکت هوار شده. دست دهشت در آستین کردی، پشت دیوار شب کمین کردی. ننگ را زینت جبین کردی، وطنت را فدای دین کردی. دشمنت در لباس روحانی، زیر آن بیرق مسلمانی، خنجر کینه در کفت بنهاد، تا بکوبی به قلب ایرانی. عقل را از مشاعرت راندی، قاتلی را امام خود خواندی. هستیت را به دزد بخشیدی، پشت دروازه وطن ماندی. همچنان ادامه میدم با همین دو بیتی ها. دی آب خوش روانه به جوشان بود، ساغر به دست و می به سبوشان بود. پشتی به بالش پرقوشان بود، گچ باب کله های کدوشان بود. اکنون که غرق سیل لجنزارند، چون مردگان زنده در آوارند. خوش در کنام جهل گرفتارند، و از بند وارهیدن بیزارند. معتاد ننگ و وحشت و تزویرند، بیرون ز عقل و همت و تدبیرند. سنگ ثبات و دشمن تغییرند، چون ورشکستگان به تقصیرند. جز آفت و عذاب نمیخواهند، در آتشند و آب نمیخواهند. از ظلمت اجتناب نمیخواهند، دیدار آفتاب نمیخواهند. قطعه کوتاهی هست به نام ترسم از شهر قصد غار کنی. ای که درمانده ای چه کار کنی، مگر از دست خود فرار کنی. مگر از دام خود برون آیی، ترک این بند پایدار کنی. چشم بر لحظه ها فرو بندی، فصل از آن فصل انتظار کنی. این جهان زشت رو تر از پیش است، هرچه رنگین بر او نگار کنی. سر به هر سو نهی به خاک نهی، دل به هر کس دهی قمار کنی. وای از این جانیان قدیسان، وای از این جانیان و قدیسان، که بر ایامشان گذار کنی. که بر احکامشان نهی گردن، که نظرشان به چوب دار کنی. که از خداشان تو را چنان ننگیست، که به ابلیس افتخار کنی. گرده هم شرح آن چه دیدستم، ترسم از شهر قصد غار کنی. ملتی انتحار کرد که تو در عزای وی انتحار کنی.
و این هم شعر آخر به اسم این چنین: هرگز جهان خراب نبوده است این چنین، دین مایه عذاب نبوده است این چنین، هرگز بهشت مدعیان خدا به خاک افسانه و سراب نبوده است این چنین، کشتار و قتل و غارت و بیداد و خشم و کین تفسیر یک کتاب نبوده است این چنین، زیر لوای قدرت وجدان اهل دین هرگز اسیر خواب نبوده است این چنین، آزرده اداوت و نادانی و فریب انسان در استراب نبوده است این چنین، رؤیای باغ و ذوق بهار و فضای دشت زیر پر غراب نبوده است این چنین، جغد آشیان نکرده و این خانه هیچگاه ویران به منجلاب نبوده است این چنین، ای آتش فسرده که آواز شعله ات آغوش آفتاب نبوده است این چنین، سر برکش از نهاد که روح زمانه را در دیدنت شتاب نبوده است این چنین، سر برکش از نهاد که روح زمانه را در دیدنت شتاب نبوده است این چنین. شاد و پیروز و سرفراز باشید. در جوانی انقدر این دلبران گل رخسار دل ما رو شکستند که در این سالهای سال خوردگی قلب ما دیگر یاری نمی کنه و بیمار شده. البته بیماری عمده ای نیست ولی من احتیاج دارم که مواظبش باشم. البته این مقدمات رو میگم تا اینکه اون مطلبی که خواهم گفت در اصل بدونید که از کجا داره میاد. جزء انواع معالجاتی که در مورد من انجام میدادن یکیشم این بود که به توصیه یک خانم پزشکی که معالج من هست برای من تصویب شد که برم چندین و چندین و چند جلسه ورزش هایی بکنم تا اینکه قلبم دوباره بتونه توانایی کار رو پیداشته باشه. در اول روزی که من برای این مجلس ورزش رفتم به ما گفتن که اینجا هر گروهی 8 نفره و شما این و این و این و اینی یک گروه هستید. در گروه ما یک خانومی بود که به شدت میلنگید، خیلی شدید، و البته خانوم پیری نبود، در حدود 40 سال داشت، ولی خب معلوم بود که این بیماری به هر دلیلی که بود خیلی ناراحتش کرده است. یکی از کارهایی که در این عالم ورزش انجام می شد این بود که بعد از 3 ساعت ورزش ما 1.5 ساعت استراحت داشتیم تا اینکه بعد بریم به ورزش‌های بعدی. در این 0.5 ساعت خب اتفاقا ابتکار جالبی هم بود، افراد گروه دور هم جمع می شدن و بیمارستان ما رو مهمون می کرد به یک آب میوه خوب و می شستیم و صحبت می کردیم. در اولین روزی که ما بعد از ورزش های 1.5 ساعت رفتیم به اتاق استراحت و صحبت کردن، من و با این خانم که به شدت میلنگید، خیلی خیلی ناراحت کننده میلنگید، پهلوی هم نشسته بودیم و من نمیدونم چی گفتم. این یه دفعه برگشت طرف من و گفت که شما لهجه دارید، شما اهل کجا هستید؟ من گفتم اهل ایران. بعد که گفتم اهل ایران، این خانم ناگهان یه سیهی کشید و گفت چه سورپریز جالبی، اگر بدونید که من چقدر به ایران مدیونم و چقدر ناراحتم از
از اینکه نمیتونم کاری برای ملت بکنم و فلان اینا. من با تعجب گفتم که چرا شما به چه نسبت به چه دلیل به ایرون مدیون هستید؟ تمام ماجرا رو من مقدمه رو گفتم برای اینکه این حرف رو بزنم. گفتش که من در یک سالگی فلج اطفال گرفتم و تا دو سه سالگی هم کسی نمیدونست، فقط خیال میکردن که من به دلیل تنبلی تکون نمیخورم، تا اینکه بالاخره رفتیم دکتر و معلوم شد که من دچار فلج کودکان شدم و البته خب معالجاتی رو انجام دادن که خیلی نتیجه نداد، در حالی که در اون سن 3-4 سالگی من واقعا یه بچه ساکنی شده بودم که نمیتونستم تکون بخورم. و بعد هم که بزرگ میشدم طبیعی است که این ناراحتی بیشتری هم برام ایجاد میکرد. یک روزی رفتم پدوی یک پروفسوری که گفتن که تخصصش همین فلج کودکان است و او به من گفتش که شما برای اینکه بتونید مسلط بشید به خودتون، تعادلتون رو حفظ کنید و در حد همین ناراحتی خودتون راه برید، بایستی رقص یاد بگیرید و برقصید. و من رفتم توی یک کلاس رقص و حالات خودم رو بون معلم رقص و اینها گفتم و اونجا به من پیشنهاد کردن که بهتره که من رقص ایرانی بکنم. خب برای من بسیار جالب بود که یک خانمی که دچار فلج کودکان شده است در یک کشور دیگری مثل کشور فرانسه که به هر حال مهد هنر هست و تقریبا راجب تمام هنرها در هر رشته‌ای میشه نمایندگان بسیار توانایی در فرانسه سراغ گرفت، چطور شده است که یک خانم معلم رقص به بیمار فلج خودش پیشنهاد کرده است که رقص ایرانی بکنه. بهش گفتم که من چون اصلا وارد نیستم به اینجور مسائل، به من بگید که چه خصوصیتی رقص ایرانی داره که میتونه برای فلج کودکان مفید باشه در این حدی که من میبینم که شما الان البته به سختی ولی خوب راه میرید. گفت اول من باید بهتون بگم که بدن انسان از 6 قسمت تشکیل شده، 2 تا دست، 2 تا پا و سر و تنه، و در این حال تمام اینها بایستی با هم به طور هماهنگ زندگی کنن. در رقص ایرانی حرکت‌های اصلی و جدی به عهده دست هاست و سر و تن. 2 تا پا فقط کارشون این هستش که تعادل رو حفظ بکنن و این رو شاید هیچ کسی ندوند، ولی اساسا زیبایی رقص ایرانی در همین نهفته شده است که پاها که ستون‌های بدن هستن و معمولاً هم در مورد رقص‌های ایرانی پوشیده میمونه، پاها فقط وظیفه‌شون این هستش حرکتی میکنن و مکث میکنن توأم با متانت، و در این حالی که پاها به طور مکث و ایستاده قرار میگیرد، معذالک دست‌ها و تنه و سر حرکت میکنه و این حالت احتمالاً، البته او هم کلمه احتمالاً از او بود وگرنه من که اصلا هیچ چیز درباره رقص ایرانی نمی‌شم، احتمالاً در مورد رقص‌های مختلف فقط جزء خصوصیات رقص ایرانی است که این کار که نیمی از بدن، نیمی که نه، 1/3 از بدن رو به کار نمی‌اندازن برای رقص، ولی آدم ملاحت و لطافت حرکاتش رو حتی زیر دامنهای بلندی که معمولا ایرانها و رقاصای ایرانی به تن میکنن میتونه بفهمه. و این حرکتهای موزون و متعادل که باعث میشود که وزن شما رو به خوبی تحمل بکنه، مکس شما رو
بهش احترام بگذاره و در این حال حرکت‌هایی را هم انجام بدهد، اما از زیبایی رقص چیزی نمی‌کاهد، چون چهار عضو بقیه حرکت‌های خودشون را انجام میدن. و خب به هر حال بعد از صحبت ما گل انداخت و ایشون گفت که بسیار بسیار علاقمند هستش که سفری به ایران بکنه و در ایران رقاصهای واقعی ایرانی که میشناسن این رقص و باهاش بزرگ شدند اونها رو ببینن. من گفتم خب البته از این رقاصهای، یا بهتر بگیم به لغت فارسی وشگرهای ایرانی، در ایران در فرانسه هم وجود دارن، حضور دارن همون ایرانی ها. اگر لازم باشد من میتونم که ترتیب آشنایی شما رو بدم. این آقای جلالی شروع کرد به لبخند زدن. نه خیر قربان، بنده هیچ نظری در این باره نداشتم و دنبال بهانه هم نمیگشتم که ایشون رو دعوت کنم به خارج از محل ورزش. فقط میخواستم که واقعا به این خانم که بسیار خانم نازنینی بود و من رو با یکی از بزرگترین خصوصیات هنری ایران آشنا کرده بود، کمکی بکنم و به رقاصه های ایرانی که در خارج هستن معرفیش بکنم. ولی خود این موضوع من رو خیلی به فکر انداخت که ما چه ملت بزرگی هستیم، چه خصوصیات زیبایی داریم در زندگیمون و چقدر نسبت به این خصوصیات زیبای زندگیمون بی اعتنا هستیم. هیچ وقت حتی در ایران، با وجود اینکه من به هر حال کم و بیش با محافل هنری ایران وقتی که ایران بودم آشنایی داشتم، تماس داشتم، میدیدم، هرگز این موضوع رو به من نگفته بودن. همونطور که آقای مشیر دوله گفته است، مشیر دوله پیرنیا، که بسیاری از بزرگی های ما، هنر ما، پیشرفت های ما رو خارجی ها به ما گفتند. ما هرگز خودمون کشف نکردیم. اگر که به ما نمی گفتند که کوروشی هست، ما حتی به فکر کوروش نمی افتادیم. اگر راجع به اشعار ما صحبت نمی کردن، ما حتی به فکر عظمت شاعران خودمون نبودیم. همونطور که همین الان هم هیچ کس، من تا اون روز که این خانم فرانسوی، اون هم به دلیل فلج کودکانش، راجع به زیبایی رقص ایرانی و خصوصیات رقص ایرانی که با دو سوم از بدن خودش هنرنمایی میکنه و نشون میده که چی هست، با نسبت به اون هم ناشناس باقی میموندیم. این رو چجوری میتونیم ترمیم کنیم؟ البته از حکومت فعلی ایران هیچ انتظاری ندارم که اونها انقدر شعور داشته باشند که به فکر این بیفتند که هنر رقص ایران رو تفسیر بکنن و بگن چی هست، زیباییهاش کجا هست، چرا اینقدر اهمیت داره، چرا اینقدر اهمیت دارد برای معالجه یک بیماری که البته الان خب کمتر، ولی تا یه مدت پیش از این جزء بیماری های رایج کودکان بود. و الان اگر که بخواهیم، نمیدونم کی میتونه این کار رو به عهده بگیره. اگر که تالار رودکی وجود میداشت مال رژیم گذشته، میشد ازش توقع داشت که یک چنین کاری بکنه. ما رقاصه های بسیار نامداری داریم که اون چی که اسمش الان یادم میاد خانم کابلی هست. اینها بودن، میتونن تفسیر کنن، هنوز هم میتونن. الان در تلویزیون های خارج میشه این کار کرد. اگر که کسی با یک اطلاعات دقیق راجع به رقص ایرانی بخواهد، میتوند در بسیاری از تلویزیون های خارجی، و اگر تلویزیون های خارجی نبود، در همین تلویزیون هایی که مال ایرانی هاست، این قسمت از هنر ملی ما رو برای لااقل مردم ایران توضیح بده. ما خیلی نسبت به خودمون ناشناس و حق ناشناس هستیم.
با فرارسیدن 40مین سال پیروزی انقلاب و برقراری جمهوری اسلامی سر و صدای دو جانبه به راه افتاد. از یک سو حکومتگران در ایران سینه سپر کردند و قدرت نشان دادند تا حریفان را بترسانند و بر جای خود بنشانند. از دیگر سو آمریکا خنجر کشید و جمهوری اسلامی را تهدید کرد که بر سر جای خود بنشیند و قدرت طلبی نکند، زیرا زمان عمرش به پایان رسیده است. قبل از ورود به مطلب لازم است چند کلمه راجع به چله‌گیری و چله‌نشینی معروض دارم. چله گرفتن در ایران از رسوم دیرینه است که در 40مین روز یا 40مین سال حیات یا وفات برگزار می شود. نکته قابل توجه همین است که چله گاه جنبه عیش و عشرت و طرب دارد و گاه رنج و عذاب. فرهنگ عمید کلمه چله را چنین تعریف می کند: چله، چهل، چهل روزه، روز چهلم وفات کسی و چهل روزی که درویشان و مرتازان در گوشه می نشینند برای ریاضت و عبادت. چله نشین کسی که در گوشه بنشیند و مشغول عبادت و ریاضت چهل روزه شود. و اما این کلمه در فرهنگ معین با توصیف بیشتری تعریف شده است. دکتر معین معانی مختلف چله را چنین توصیف می کند: چله یا چهله، یک، چهل روزی که درویشان در گوشه نشینند و عبادت کنند و ریاضت کشند. دو، روز چهلم مرگ عزیزی. سه، چهلمین روز تولد کودک که مراسمی برپا کنند. چهار، مدتی معین از فصل زمستان و فصل تابستان. پنج، چله‌دار، کسی که در روز چهلم مرگ عزیزی عزاداری برپا کند. شش، چله‌داری، مراسم عزای مرگ عزیزی را به پا داشتن. پس چله‌داری یا چله گرفتن به دو حالت در فرهنگ فارسی توصیف شده است: جشن گرفتن و شادی و سرور به مناسبت تولد، یا غمزدگی و عزاداری در 40مین روز یا 40مین واقعه. اینجاست که می‌بینیم 40مین سال انقلاب و برقراری نظام حاکم در ایران به نوعی و در آمریکا به نوعی کاملا متفاوت برگزار شد. در ایران از جلال و شکوه 40 سال حاکمیت اهل عمایم در مقام فرمانروایی سخن رفته است و در آمریکا با نفی آن و پیشگویی پایان این حکومت. سخنان مقام معظم رهبری و در پی آن اظهارات رئیس جمهوری را شنیدیم که از موفقیت‌های عظیم 40 ساله سخن گفتند و به آمریکا اخطار کردند بر سر جای خود بنشیند و خشم جمهوری اسلامی را برنینگیزد. متعاقباً سخنگویان رژیم یکی پس از دیگری آمریکا را هدف حمله قرار دادند و از خطر رویارویی با ایران و اسلام برحذر داشتند. آیت الله احمد جنتی رئیس خبرگان رهبری در بیاناتی که از زبان پیرمردی 90 و چند ساله برمیخواست به آمریکا اخطار کرد بر سر جای خود بنشیند و بداند مردم تحمل گرسنگی و تشنگی را دارند ولی تحمل شکست انقلاب را ندارند.
همزمان با این سخنان که از سوی ایران به گوش می‌رسد، جوابشان را از زبان آمریکاییان می‌شنویم. جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در یک پیام ویدیویی رهبر جمهوری اسلامی را مخاطب قرار داده است و می‌گوید: آقای خامنه‌ای، گمان نمی‌کنم سالگردهای زیادی برایت مانده باشد که جشن بگیری. او در این پیام می‌پرسد: انقلاب اسلامی در این 40 سال چه کرده است؟ و خود پاسخ می‌دهد: در این 40 سال کار حکومت ایران ظلم بر مردم خود و به وحشت انداختن مردم صلح‌جوی سراسر جهان بوده است. ایران به تلاش خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و تولید موشک‌های بالستیک به عنوان سامانه مورد استفاده برای حمل این بمب‌ها ادامه می‌دهد. حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، در مراسم راهپیمایی 22 بهمن پاسخ می‌دهد: سیاست‌های ایران ثابت نیست و دائم تغییر می‌کند. این سیاست‌ها به رفتار دشمنان بستگی دارد. دشمن از ما نخواهد منطقه را ترک کنیم، زیرا آنها هستند که باید منطقه را ترک کنند. هر مسلمانی در هر جای عالم یاری بخواهد، ما به کمکش خواهیم شتافت و اجازه سیطره کفار بر مسلمانان را نخواهیم داد. ما در دوردست‌ها با دشمن مقابله خواهیم کرد، حتی جایی که فکرش را هم نخواهند کرد، و اگر روزی قرار باشد به دشمنان ضربه بزنیم، جایی خواهیم زد که امروز در مورد آن فکر نمی‌کنند. ما بر گرده آمریکا شلاق‌های بزرگی زدیم و به سر و صورتش محکم نواختیم و در تاریخ شکست‌های پیاپی بر آمریکا وارد کردیم. در مورد این تهدیدهای متقابل بنده نظری ابراز نمی‌کنم و ترجیح می‌دهم جوابش را به تاریخ بسپارم. اما مقابله آنان مرا به یاد غم کشی صدام حسین انداخت که وقتی با جورج بوش دوم درگیر شد، خطاب به او گفت: اگر سربازان آمریکایی پایشان را از مرز عراق فراتر گذارند، یکی از آنها زنده نخواهد ماند. بگو مگو سرانجام منجر به جنگ شد و در کوتاه مدت چنان شکستی بر رژیم صدام وارد آمد که خودش از ترس به ته چاه پناه برد و طولی نکشید که او را از چاه بیرون کشیدند و در دادگاه نظامی محکوم به اعدام کردند. لشکریان عراق را نیز چنان در هم شکستند که نه از ارتش اثری باقی ماند و نه از تشکیلات امنیتی و سیاسی. خدا نیاورد روزی را که در تاریخ ایران هم چنین وقایعی رقم بخورد. این از این. سخن امروز درباره طلایی است که در کره زمین در معدن‌های آن وجود دارد. می‌خواهم بگویم که این طلا را سنگ‌های آسمانی یا شخانه‌ها با خود به کره زمین آوردند. یعنی ماده حلقه زرینی که به انگشت دارید در گذشته‌های بسیار دور در فضای کیهانی جای داشته. طلا یکی از عنصرها یا بنپارهای شیمیایی گیتی است. البته همه بنپارهای شیمیایی که در کره زمین یافته می‌شوند و کوه‌ها، دریاها، جنگل‌ها، گیاهان، جانوران و انسان را می‌سازند، همگی از فضای کیهانی به زمین آمدند. منتها طلا دو بار از فضای کیهانی به زمین رسیده و این موضوع سخن امروز است. به طور کلی بنپارهای شیمیایی زمین و بنپارهای تشکیل دهنده خورشید و سیاره‌های راجمان خورشیدی دارای خاستگاه مشترکی هستند.
و آن ابر بسیار بزرگی از گاز و غبار بوده در فضای کیهانی که به روی خود رنبیده و خورشید و سیاره ها و شخانه ها و دنباله داران را پدید آورده. این ابرهای کیهانی بخشی از ماده کهکشانند که هنوز به ستاره تبدیل نشدند. نخست توضیح کوتاهی درباره بنپارها یا عنصرهای شیمیایی. ستارگان کارخانه های فرآورش بنپارهای شیمیایی هستند. همه بنپارهای شیمیایی در ستارگان به وجود آمدند، به استثنای چند بنپار سبک که عبارتند از هیدروژن، لیتیوم، بریلیوم و بر. این بنپارهای سبک در آغاز گیتی و هنگام رویداد بیگ بنگ پدید آمدند. ستارگان در پایان عمرشان فراورده های درون خود را به فضای بین ستارگان پرتاب می کنند. این فراورده ها که همان بنپارهای شیمیایی هستند به درون ابرهای کیهانی راه می یابند. میلیون ها سال می گذرد تا ستارگان نسل های تازه تر از درون این ابرهای آلوده به بنپارهای ستارگان نسل‌های گذشته پدید آیند. منتها هر ستاره‌ای نمی‌تواند همه بنپارها را تولید کند. بستگی به جرم یا اندازه ماده‌ای دارد که ستاره را تشکیل می‌دهد. خورشید ما که ستاره‌ای است، همکنون در حال تبدیل هیدروژن به هلیوم است. این واکنش هسته‌ای در فشارهای سرسام‌آور و در دمای 15 میلیون درجه هسته خورشید روی می‌دهد. در آنجا هر ثانیه میلیون‌ها بمب هیدروژنی منفجر می‌شوند که انرژی خورشید را تأمین می‌کنند. خورشید 5 میلیارد سال است که این کار را می‌کند. تا 5 میلیارد سال دیگر این کار را ادامه خواهد داد. سپس بر اثر پدیده‌های فیزیکی تعادل درونی خود را از دست می‌دهد. شروع می‌کند به بزرگ شدن. آنچنان بزرگ خواهد شد که سطحش تا مدار سیاره همسایه ما ناهید یا زهره خواهد رسید. در این مرحله به آن غول‌پیکر سرخ می‌گویند. با پدیده‌هایی که روی خواهند داد، دمای هسته خورشید به 100 تا 200 میلیون درجه خواهد رسید. در این اوضاع و احوال فیزیکی خورشید خواهد توانست هلیوم را به کربن تبدیل کند، ولی از فراوردن بنپارهای سنگین‌تر ناتوان خواهد بود. ستارگان پرجرم، یعنی ستارگانی که جرمشان دست کم 10 برابر جرم خورشید است، می توانند همه بنپارها را تا آهن تولید کنند، ولی پس از فراورش آهن به سببهایی منفجر می شوند. بنپارهای سنگین‌تر از آهن، مثلا طلا، اورانیوم و عنصرهای دیگر، زایده واکنش‌های هسته‌ای ویژه‌اند که هنگام انفجار ستارگان پرجرم روی می‌دهند. چنان که گفتم، این بنپارها در فضای بین ستارگان پخش می‌شوند، سرد می‌شوند، متراکم می‌شوند و پس از میلیون‌ها سال ستارگان نسل جدیدی را می‌دیسند، تشکیل می‌دهند. گفتم بمپارهای شیمیایی که در خورشید و بدن ما وجود دارند، درون ستارگان نسل‌های پیش از خورشید به وجود آمدند. 65 درصد وزن بدن انسان را اتم‌های اکسیژن تشکیل می‌دهند. این اکسیژن درون ستارگان پدید آمده، ولی نه در هر ستاره‌ای. مثلا خورشید نمی‌تواند اکسیژن تولید کند. 18 درصد وزن انسان از کربن است. کربن را هم ستارگان تولید کردند. 10 درصد وزن ما زایده اتم‌های هیدروژن است. هیدروژن برخلاف بنپارهای شیمیایی دیگر در درون هیچ ستاره‌ای به وجود نمی‌آید. هیدروژن تنها یک بار پدید آمده، آن هم در آغاز گیتی هنگام رویداد بیگ بنگ. در واقع نه تنها ما، بدن ما، زیست ما، بلکه سراسر هستی یادگاری از بیگ بنگ دارد. بعد از هیدروژن 3 درصد وزن ما از آزوت است. 1.5 درصد کلسیوم،
1.2% فسفر همینطور ادامه میدهیم تا آهن که 0.05% است. تا کنون 118 بنپار شیمیایی کشف کرده ایم. همه ی آنها به جز چند تا در بدن ما وجود دارند، برخی از آنها به مقداری بسیار کم. مثلا در خون ما طلا وجود دارد و بدن برای سازوکارش ما نیازمند است. این طلا در انتقال نشالها یا سیگنالهای الکتریکی به کار می رود و به ویژه در مفصلها، استخوانها و ناخونها یافته می شود. البته مقدار آن بسیار کم است. طلای بدن کسی که 70 کیلوگرم وزن دارد در حدود 0.2 میلی گرم است. یعنی اگر طلاهای بدن 5000 نفر را روی هم بریزید می شود 1 گرم. گفتم که خورشید هم از همان موادی ساخته شده که زمین، بنابراین در خورشید هم طلا هست. ببینیم چه اندازه. خورشید توده بسیار بزرگی است از گاز. جرم آن 10^27 تن است، یعنی یک عدد 2 بگذارید و 27 صفر جلوش که می شود 2 میلیارد تن. گفتم دمای مرکز خورشید 15 میلیون درجه است. دمای سطح آن 5500 درجه سانتیگراد است. در چنین اوضاعی مواد تشکیل دهنده خورشید فقط به حالت گاز می توانند باشند. 73% جرم خورشید را هیدروژن تشکیل می دهد که فرامانترین بنپار یا عنصر گیتی است. 25% هلیوم است و 2% بقیه را بنپارهای دیگری تشکیل می‌دهند، به ویژه کربن، اکسیژن، آزوت و به مقداری بسیار کمتر دیگر بنپارها، از آن میان طلا. نقطه گداز یا ذوب طلا 2856 درجه سانتیگراد است و چون دمای سطح خورشید 5500 درجه است، طلا تنها به دیسه گاز می‌تواند وجود داشته باشد. طلا در بیناب یا طیف خورشید به صورت خطی با طول موج 3128 آنگستروم دیده می شود. ما می توانیم فراوانی عنصرهای شیمیایی در جو خورشید را نسبت به هیدروژن محاسبه کنیم، چون قانونهای به وجود آمدن این خطهای بینابی را می دانیم. در خورشید در ازای هر 1000 میلیارد اتم هیدروژن در حدود 10 اتم طلا وجود دارد. این مقدار طلا نسبت به هیدروژن بسیار کم است، ولی چون جرم خورشید بسیار است، مقدار طلای موجود در خورشید رقم سرسام‌آوری می شود. 10 میلیون میلیارد تن. جالب است که این اندازه طلا را با مقدار طلای کره زمین مقایسه کنیم. بنابر برآورد شورای جهانی طلا، مقدار طلایی که انسان از آغاز تاریخ تا کنون بیرون آورده به 165 هزار تن میرسد. 70% این طلا از 1910 به بعد استخراج شده. حجم این مقدار طلا می شود 8500 متر مکعب. یعنی می توان را در انباری به اندازه 20 متر در 20 متر در 20 متر جا داد. و شاید تمام منبع‌های کره زمین، طلای کره زمین به 1 میلیون تن نرسد. یعنی مقدار طلای خورشید 10 میلیارد بار بیشتر از طلای زمین است. پس در مقایسه طلای زمین ناچیز است. شاید مقایسه دیگری برای پی بردن به اندازه سرسام‌آور طلا در خورشید این باشد که ببینیم اگر طلای خورشید را میان جمعیت کره زمین تقسیم کنند، سهم هر یک چه اندازه می شود. کره زمین در حدود 7.7 میلیارد تن جمعیت دارد. اگر طلای خورشید را میان آنها بخش کنیم، به هر نفر 1.2 میلیون تن خواهد رسید. ولی اگر این طلا به زمین برسد، طلا به کلی ارزش خود را از دست خواهد داد، همچنان که اگر همه مردم با هم برادر باشند، برادری بی‌معنا خواهد بود. آیا می توان این طلا را به زمین آورد؟ این کار ناممکن است، چون با نزدیک شدن به خورشید همه چیز آب می شود. افسون بر این،
در سطح خورشید پیوسته طوفان‌هایی با انرژی سرسام‌آور روی می‌دهند که نزدیک شدن به آن را نشدنی می‌کنند. و وقتی فضاناو به خورشید نزدیک شود، نیروی گرانش خورشید آن را به درون خود خواهد بلعید. پس می‌بینید که طلای خورشید در گاف صندوق بسیار امنی نگهداری می‌شود و خدایان خورشید، مثلا مهر یا میترا، خدای خورشید ایرانیان باستان، از طلای خود خیلی خوب نگهداری می‌کنند. پس دوباره بگویم، طلایی که در خورشید وجود دارد، طلایی که در کره زمین هست، طلایی که در شخانه ها و به احتمال بسیار در سیاره های دیگر راجمان خورشیدی یافته می شوند، همگی یک خاستگاه دارند. ابر کیهانی که در هم رنبید و خورشید و سیاره ها را پدید آورد. اما در مورد کره زمین مسئله پیچیده تر است. زیرا همه طلای زمین آن چیزی نیست که در آن ابر آغازین بوده و میان خورشید و سیاره ها پخش شده. هنگام پدید آمدن کره زمین، دمای کره زمین نوزاد بسیار بالا بوده، به طوری که بیشتر فلزها از آن میان طلا حالت گداخته داشتند. و چون طلا منپاری است سنگین، عدد اتمیان 79 است، وزن اتمیش 197، از آهن سنگین تر است و همراه با آهن و دیگر فلزهای سنگین تهنشین شده و در هسته کره زمین جای گرفته. این پدیده در چند ده میلیون سال آغاز دیسش فرماسیون کره زمین روی داده است. به سخن دیگر، آن بخش از طلایی که در ابر کیهانی آغازین وجود داشته و از مواد اولیه کره زمین بوده، همکنون در هسته گداخته کره زمین در ژرفای 6000 کیلومتری سطح زمین جای دارد. بنابر محاسبه هایی که پژوهندگان این رشته انجام داده اند، بر اثر پدیده تهنشینی نمی بایست طلای چندانی در سطح زمین باقی مانده باشد. حالان که فراوانی طلایی که در معدن ها یافت می شود ده ها تا هزار ها برابر بیش از آن است که می بایست باشد. فراوانی را نسبت به سیلیسیوم می سنجند. با این حساب باید این طلای اضافی پس از سرد شدن کره زمین از بیرون به کره زمین آورده شده باشد. چنان که می دانیم صدها میلیون سال پس از دیسش یا فرماسیون کره زمین، در دورانی پرتلاطم که هنوز در راجمان خورشیدی تعادل برقرار نشده بوده، سیارک‌ها و شخانه‌های بسیار مدار خود را از دست می‌دادند و با کره زمین و دیگر سیاره‌های راجمان خورشیدی برخورد می‌کردند. در نتیجه طلایی که در شخانه‌ها وجود داشته، با این برخوردها به سطح کره زمین آورده شده است. این دوران را دوران بمباران سنگین شخانه‌ها می‌نامند. آنچه شنیدید فرضیه است که داده‌های نپاهشی از آن پشتیبانی می‌کنند. یک دلیل این است که شخانه‌هایی که به زمین فرو می‌افتند دارای طلایند. فراوانی طلا در آنها نسبت به سیلیسیوم به اندازه فراوانی طلا در سنگ‌های معدنی کره زمین است. دلیل دیگر از آنالیز سنگ‌های بسیار کهن گرینلاند به دست آمده. در گرینلاند سنگ‌هایی یافتند که 4 میلیارد پیش تشکیل شدند، یعنی بلا فاصله پس از پدید آمدن کره زمین، پیش از دوران بمباران شخانه ها. تنگستن فلزی سنگین مانند طلا ولی کمی سبکتر از طلاست. بنابراین تنگستن هم میبایست به هسته زمین تهنشین شده باشد. مقایسه تنگستن این سنگ‌های بسیار کهن با تنگستن سنگ‌های کوههایی که بعدها تشکیل شدند نشان می‌دهد که فراوانی تنگستن در آن سنگ‌های کهن کمتر است و اندازه کمبود با پیش‌بینی‌های مدل‌های نظری سازگاری دارد. وقت ما به پایان رسید. پس طلایی که در زمین هست در دو مرحله از فضای بیرون به زمین آمده. یک بار هنگام دیسش یا فرماسیون راجمان خورشیدی همراه با بنپارها یا عنصرهایی که بدن ما را می‌سازند، و بار دیگر چند صد میلیون سال پس از دیسش کره زمین در جریان بمباران کره زمین توسط سیارک‌ها و شخانه‌ها.